و حالا در گزارش بعدی سفری می‌کنیم به مهابا تا از اراده کارآفرینی بگیم که روزی ترازوهای خارجی به دستش تعمیر می‌شد، اما امروز خودش سازنده اونا شده. جنسامون جنس ایرانی هستش، بسیار عالی. وقتی آوازه کیفیت کالای ایرانی جنس خارجی را از میدان به در می‌کند. دوستم ترازوی چیز از ایرانی خریده بود، گفت ایرانی خوبه، 3 سال پیش گرفتم خوب کار میکنه. من خودم خارجی داشتم، اونم کار نمیکرد، هی خراب میشد. ما الان این ترازو که اینجا استفاده میکنیم قبلا از خارج میومد، ولی از وقتی که ایرانیش اومده ما راضی هستیم، مشتری راضیه. کالایی که حالا با همت و اراده جوانی تولید می شود که روزگاری در یک زیرزمین کوچک ترازوهای دست دوم خارجی را تعمیر می کرد. من از یک محیط خیلی کوچک و بسته شروع به کار کردیم. شکر خدا ما الان به مرحله رسیدیم که حدوداً 1500 دستگاه تولید می کنیم و به 29 استان کشور ارسال داریم. اولین واحد تولیدی در سطح استان هست که موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای دستگاه‌های توزیین غیر خودکار، ترازو و باسکول‌ها تا ظرفیت 5 تن شده است. محصولاتی که قرار تولید بکنیم در این قسمت در ابتدا طراحی و از نظر الکترونیکی مورد تست و بررسی قرار می‌گیره. سالیانه بیش از 1500 دستگاه ترازو در این واحد داره تولید میشه که 20% حدود 20% صادر خواهد شد به کشورهای عراق، ترکیه و آذربایجان. ما باقیش در داخل کشور مصرف داره. و حالا تحریم هایی که هم تبدیل به فرصت شدن و هم مسیر اشتغال رو هموار کردن. به دلیل نوسانات ارزی که داشتیم، تامین مواد اولیه برای ما واقعا مشکلات بزرگی به وجود آورده بود. با بکارگیری دانش فنی که کارکنانی که داشتن توی این مجموعه، توانستیم حدود 70% مواد اولیه ساخت محصولات رو داخل کارخونه تولید کنیم. وقتی که شروع به کار کردیم حدود 5 نفر بودیم، ولی بعد حدود 5 سال به طور مستقیم 40 نفر و به طور غیر مستقیم حدود 100 نفر مشغول به فعالیت هستیم. افزایش تولید و توسعه صادرات مهمترین هدف این واحد تولیدی در 3 سال آینده است. نگار هنرمند، باشگاه خبرنگاران جوان، مهابات.